خب بسم الله الرحمن الرحیم، درسی ما را آغاز می کنیم. حال پروگرامز رفته است قسمت اکسسوری و در قسمت نوتبت انتخاب کنین و بعدا در قسمت داریم فایل، در قسمت نیو شارکتش از کیبورد کنترل ان. در قسمت یک متن تایپ می کنیم، اینال می خواهیم که یک صفحه جدید بگیریم از طریق فایل رفته، در قسمت یا نیو فشار بدین یا از طریق کیبورد در قسمت آمده کنترل فشار بگیرین، کنترل فشار گرفته ان بزنین، درست است؟ کنترل ان. زمانی کنترل ان فشار دادین، البته شارکتش از طریق کیبورد است. در قسمت میگه دو یو وانت تو سیو، آیا میخوای که ثبت کنی؟ اگر ثبت کردی، از زمانی که ثبت کردی برای شما صفحه جدید ایجاد میکنه. بگو سیو، میخوای میره سیو کنم به نام کابل ارما، چه میکنم؟ سیف میکنم در این صفحه دستاب. زمانی که سیف فشار میتونم برای ما هم ثبت میکنه و هم صفحه جدید چی میکنه؟ ایجاد میکنه. زمانی که سیف میگیم هم ثبت کرد برای ما، هم صفحه جدید ایجاد کرد. اگر نیک تکست نوشته میکنین، در مینوی فایل رفته میگین نیو، زمانی که don't save یا ثبت نمیکنم این فشار دادیم برای شما اوتومات صفحه جدید ایجاد میکنه. اگر رفتین گفتین نیو، اگر از سیو دون سیو ازش کدومش انتخاب نکردین، بذار خود کنسل. اگر کنسل کنین از این پوشه که نوت پت هست، همین چینا شما رو چی میکنه؟ بیرون میکنه. دیگه در قسمت دارین اوپن. اوپن فقط اما داکومنت هایی که قبلا شما از پروگرام نوت پت رو سب کرده این، اما رو برای شما چی میکنه؟ باز میکنه. در قسمت برین موگوین اوپن باز کو، چرا باز کنم؟ اما داکومنتی که قبلا به نام کابل ثبت کرده بودین، امیر رو برای شما چی میکنه؟ باز میکنه. این انتخاب کو، بگو اوپن. ام تکست که شما یا داکومنت که ثبت کرده بودیم به نام کابل، امرو برای شما چیکار؟ باز کرد. اگر میخواین دوباره صفحه جدید بگیرین، نیو برین، صفحه جدید برای شما ایجاد میکنه. دیگه در قسمت یک سیو دارین، دیگه سیو از دارین. خب فرق بین سیو و سیو از چیز میبخشین؟ سیف که هسته به یک نام و به یک مکان ثبت میکنه، سیف هست به چندین نام و به چندین مکان. زمانی که شما یک تکست دارین، اگر ایره بگوین رفته بگوین سیف، مگر نامش چی میتی؟ نامش میگیرین مزار، به نام تجزیه صفحه دستاب ایره چی میکنیم؟ ثبت میکنیم. اگر یک کمی تغییرات در قسمت آوردیم، مجبوریم بگیم سیف، از ما دیگه نام و مکان نمیخواه، به خاطر که ما پیشتر ایره به نام مزار در روی صفحه دستاب چی کرده بودیم؟ ثبت کرده بودیم و هم برش نام دادیم و هم مکان. اگر در قسمت بریم بگیم سیو از، از ما باز نام و مکان میخواد. نامش هم میگیم فرض سال میدیم احمد، میگیم در روی صفحه دسکتاپ چی میکنیم؟ ثبت میکنیم. زمانی که کمی تاخیرات میاریم، دوباره میریم در مینوی فایل، دوباره میگیم سیو از، از ما باز نام و مکان میخواد. نامش فرض سال میدیم شریف، در روی صفحه دسکتاپ چی میگیم؟ ثبت میگیم. اگر دوباره بریم در مینوی فایل بگیم سیو از، باز از ما نام و مکان میخواد. پس فرقش همی است که فرق سیو و سیو از همی است که سیو به یک نام و به یک مکان، سیو از به چندین نام و به چندین مکان چی میکنه؟ ثبت میکنه. دیگه در قسمت پیج ستاپ، در قسمت پیج ستاپ یا تنظیمات صفحه، در قسمت پیپر است یا صفحه، در قسمت سایزش است. سایز یا ذاتی صفحه هایی که ما یا ذاتی ورق هایی که استفاده میکنیم A4 می باشه، در قسمت A4 انتخاب کنین. دیگه در قسمت سورس آت سلکتش هم آت سلکت فقط اوتوماتش فهمیدی، اما اوتومات همون صفحه هایی که اوتومات همون صفحه هایی که شما نوشته کردین، اما رو برای شما چی میکنه؟ پرند میکنه. در قسمت اورینتیشن چرخشش با شکل استاده باشه یا خمیده، پورتریت باشه یا لندسکیپ، اینجا انتخاب کنین. در بخش پریویو در قسمت برای شما چی میتونه نمایش بده. در قسمت مارجنز اندازش، از طرف چپ چقدر فاصله داشته باشه، از طرف راست یا رایت چقدر فاصله داشته باشه، از طرف تاپ بالا و از طرف باتم پایین چقدر چی داشته باشه فاصله داشته باشه. میگم از طرف چپ، زمانی که اینجا انتخاب میکنین بعد قسمت برای شما چی میتونه نمایش میده، میگه 2 اینچی داشته باشه فاصله داشته باشه. از طرف راست هم 1.5 اینچی داشته باشه فاصله داشته باشه و از طرف بالا هم 1.5 اینچی داشته باشه فاصله، و از طرف پایین هم 1.5 چی داشته باشه فاصله داشته باشه. در قسمت هیدر بالا ورقی، فودر پایین ورقی، اگر ونسا در بالای ورقتان اگر چیزی میخواین تایپ شوه باز نوشته کنین. فرض مثال میگین in the name of الله، این باید در بالای صفحه ما چی شوه؟ نوشته شوه. با زمانی که این را از من اوکی گفته و پرند میکنین، با دو زمان بر شما نمایش میده. در پایین هم فرض مثال نوشته میکنیم که prepared by محمد الله شریفی، بعدا اوکی میکنیم. زمانی که اوکی کردین، این تنظیمات تان چی شد؟ تمامش.
اکسپت شد یا قبول شد. زمانی که بالای پرینت از شارکتش از کیبورد کنترل پی پرینت فشار میتین در ما جنرال عمومی سلک پرینتر میگه پرینتر انتخاب کن. زمانی که این پرینتر سیدیش در کامپیوتر نصب باشه باز اینجا نام سیدی چی میه؟ نام سیدی ظاهر میشه. درست است؟ باز او پرینتر انتخاب کو و بعدا بیا بگو راستن چی پرینت. باز اگر پرینتر باشه بر شما چی میکنه؟ ایره پرینت میکنه. دیگه در بخش پرینت در قسمت پرینت فایل دارین. زمانی که پرینت فایل رو تک کنین در قسمت فایل پرینتر برین. اگر در قسمت ها فرض مثال اگر شما داکومنت های ثبت کرده از قبل داشته باشین این انتخاب کنین بگین سلکت. زمانی که سلکت گفتین خب فارسی بود رو انتخاب نمیکنه البته. خب میبخشین در قسمت پرینت فایل انتخاب کنین. پرینت فایل که انتخاب کردین البته مثلا زمانی که مثلا امی که اگر شما یک داکومنت نوت پد در یک فولدر اگر در فایل اگر داشته باشین مثلا در قسمت پرینت اگر این پرینت فایل اگر فعال باشه شما اپلای بگوین میدین داخل فایل فرض مثال یک داکومنت های نوت پد داخل فایل است باز اینجا میتونین راست کلیک در قسمت بگوین پرینت. اگر پرینتر باشه باز اتومات برتون چی میکنه ایره پرینت میکنه. ایره میگه پرینت فایل یعنی پرینت یا چاپ کردن از فایل یا فولدر. در قسمت فایل دوباره در قسمت پرینت برین در قسمت رفرنس از یا پرفرنسز میبخشین. در قسمت بعضی از تنظیمات صفحه‌ای که شما مانده بزرگ میتونین دوباره تغییر و تبدیل بینید. مثلا در قسمت پرفرنس برین در قسمت زمانی که در قسمت پرفرنس رفتین در قسمت دارین شما در قسمت ادوانسد اول بگویم خواهی در قسمت دیفولت است دیگه سفر از قسمت دیفولت شبانین. در قسمت کاپیز هست مثلا چند دونه کاپی کار دارین شما از این صفحه که کار دارین فرض مثال چند دونه کاپی دارین اینجا کلیک کرده بودین بر شما چی میکنه برده میره. در بعضی کامپیوترها باز که هسته از 9 بالا نیست دهی باز هر چقدر میتونین که انتخاب کنین و بعدن چی کنین رو کاپی کنین. خب در قسمت بخش کولت است. کولت وظیفه شمی است که فرض مثال شما از یک اگر این لود ده صفحه اگر مختلف داشته باشین اول از صفحه اول برتون نو دانه میکشه باز از صفحه دوم نو دانه میکشه باز از صفحه سوم نو دانه میکشه همه قسم از هر کدومش نو دانه کشیده میره به ترتیب. اگر این غیر فعال باشه باز اول از صفحه اول الا نوم نو دانه میکشه از صفحه دوم همه قسم از صفحه اول الا نوم نو دانه میکشه همه قسم به ترتیب چی میره کشیده میره. مثالش به شکل که اگر کولت ما فعال کنیم اول از صفحه اول نوتا میکشه باز از صفحه دوم نوتا میکشه. اگر این غیر فعال باشه باز او کار صورت نمیگیره مثلا از صفحه اول تونو به اول یک دفعه میکشه از صفحه اول تونو باز میکشه از صفحه اول تونو باز همه قسم به منوال پیش رفتن میگیره. درست است؟ میگه print all text as black امی تمامی تکست هایی که نوشته شده درست است به شکل اگر سیاسفید از هر چیزی که از برای ما چی که فرض مثال print paper quality یعنی کیفیت صفحه تون چه قسم باشه اینجا سایزش انتخاب میکنین اگر A4 باشه اینجا چی میکنین A4 انتخاب میکنین. custom چی معنی در قسمت نیم آمده در قسمت فرض مثال اگر نام اینجا ثبت کردگی باشه با درخت من ظاهر میشه کستوم که خودتان انتخاب میکنین فرض مثال اینمی ویت برش قدر باشه فرض مثال برش از اینجا تعیین میکنین. هایت بلندیش یا بالایش قدر باشه از اینجا انتخاب میکنین. دوست یوز میلیمترز به حساب میلیمتر اگر شما اندازه میگیرین یا به حساب انچ انچ بگوین خب تر از میلیمتر بارین انچ استفاده کنین. درست است؟ اگر کلوز گفتین از این پوشکک شما را اخراج میکنه اگر هلپ گفتین یکمی کمک میکنه اگر سیف گفتین امی تنظیماتی که آوردین چی میکنه ایره سیف میکنه. درست است؟ و بعدا بگوین چی؟ کلوز. آتو سلیکت گفتم به شکل ما آتو سلیکت بانین. درست است؟ در قسمت سایز هم آمده E4 انتخاب کنین. کستوم باز در قسمت دال فعلا دهی تبدیل شد نه باز شما باز میتونین که از قسمت رافته چرا انتخاب کنین؟ E4 انتخاب کنین به خاص دلتان. گفته use different paper covers از دیگه اگه different ها front cover, other page یا فرض مثال last page یا فرض مثال در پوشش یعنی پوش هم یعنی پوشش اول زمانی که نفر یک چپتر اگه چاپ میکنه یک پوش هم میداشته باشه فرضاً front cover انتخاب کنین پوش پیش رویش البته. از بلانک پرینت کفر فقط انمی صفحه را میگه اگر رنگه باشه امرو برای ما چی چیز کو سیاسفید چاپ کو اگر رنگه باشه امرو برای ما چی کو سیاسفید چاپ کو از اینجا میتونید انتخاب کنید. خب بعضی افکت ها در رفت زیاد از پرینتر اما ما میریم صرف در قسمت اد پرینتر در قسمت درست است بعضی از کمپیوتر ها در قسمت پرفرنسش میریم. بعضی کمپیوتر ها پرفرنسش به این شکل است اورینتیشن چرخش انتخاب میکنین صرف در قسمت ادوانسد رفته ورقش انتخاب میکنین. درست است؟ اون را که من انتخاب کردم او از قسمت پرینتر بود البته.
درست از قسم ساده تر اوکی کنین و بعد از او فاین پرینتر، اگر بعضی پرینتر ها که از طریق اینترنت وصل میشه با شما میتونین از اینجا انتخاب کنین فاین پرینتر بگوین، اگر سیدیش نصب بود با در قسمت می انتخاب کنین سلکت بگوین و از طریق میتونین استفاده کنین و در قسمت آل یعنی همه صفحات ما که تمام شده برای ما چکو چاپ یا پرینت کو در همه نمبر آف کاپیز یک ورق بر شما مثلا چند دونه کاپی داشته باشه او را میتونین از طریق فرنسال نو دونه کاپی گفتم از نو بالا نمیره تا زمانی که پرینتر تا چی نباشه انستال نباشه، زمانی که پرینتر انستال بود بالا نو بالا میرین، فعلا اینجا پرینتر به نام HP انستال است، اگر این سال نبود باز خیلی آپشن هاش می باشه غیر فعال می باشه با تانور شما پیش رفته میتونن، زمانی که کلیت هم براتون گفتم زمانی که کلیت فعال می باشه باز از یک مقدر نودانه می کشه، از دو نودانه می کشه، از سه نودانه می کشه، درست است بمی منوال، زمانی که اپلای میگین پرینت میگین باز اگر پرینتر باشه براتون اتومات چی میکنه پرینت میکنه. دیگه در قسمت فایل در قسمت اگزیت دارین، فقط اگزیت وظیفش از برنامه خارج کرده است. خب درس بعدی را انشالله فردا چی میگیریم؟ فرا میگیریم. خداحافظتان، روز خوش.